سلام به بیننده های عزیز موسیقی ما. امروز تماشاگر گفتگوی ما با آرمینی که از امروز قراره به اسم زارعی بشناسیمش هستید، همچنین آقای محسن رجب‌پور، مدیر شرکت ترانه شرقی و یکی از تهیه کننده های با سابقه موسیقی، از لندن به صورت آنلاین با ما همراه هستند. سلام عرض میکنم خدمت تمام بیننده‌های رسانه خوب موسیقی ما، همچنین شما و تمام دست‌اندرکارانی که برای هنر ایران شبانه روز زحمت میکشید و عرض ادب دارم خدمت آقای رجب‌پور، در خدمت همگی هستم. فکر میکنم بدون هیچ توضیحی اولین نکته‌ای که بخوای بهش اشاره بکنی و برای بیننده ها جالب باشه، مسئله ورودت به دنیای مجاز موسیقی هست که توی یکی دو روز اخیر اتفاق افتاد و خیلی از هواداران تو خوشحال کرد. خودت در مورد این اتفاق برام بگو. خب یه جورایی میتونم بگم تولد دوباره دیگه. خب خیلی زحمت کشیدن کلن تمام تیمی که شبانه روز از جمله آقا محسن و شرکت ترانه شرقی و بچه‌های پشت صحنه، خب از تنظیم کننده، عکاس، فیلم بردار، کاری که به هر حال همیشه باید تیم ورک انجام می‌شده، کسایی که به قول معروف تو این مدت پام وایستادن و همیشه حمایت هم کردن، انرژی دادن. خب خیلی خوشحالیم هممون و قطعا من از همه خوشحال‌ترم، چون واقعا تولدی دوباره بود و هر چقدرم که تلاش کنم نمیتونم اون اتفاقی که واقعا برام افتاده از داخل رو بهتون بگم، به خاطر اینکه واقعا عجیب غریب بود. خیلی سرش زحمت کشیدم و کشیدیم و اینکه واقعا دیگه این اواخر همه میدونن صبرم رو به اتمام بود، یعنی دلم تنگ شده بود برای هواداران، برای فضای موسیقی کشور که واقعا احساس میکردم باید باشم تو این روزا. هیچی حالمو جز این موزیک خوشحال نمیکرد دیگه، که خدا رو صد هزار مرتبه شکر بعد از تلاش این تیم، تلاش کلی آدم که ساپورت هم کردن، حمایت هم کردن، میگم همه جوره کنارم وایستادن، این اتفاق رخ داد. از همینجا ممنونم از تمام طرفدارام، تمام هوادارام که واقعا تو این مدت طولانی باعث شدن که خودم رو باور کنم. اینو جدی میگم، یعنی شاید من اگه انقدر از این فضا دور نبودم و انقدر حمایت این هوادارا رو نمیدیدم، خودم الان باور نداشتم که یه روزی همچین روزی باید ببینم. چند سال شد انتظارت برای مجوز؟ دقیق اگه بخوام بهتون بگم 3 سال و 7 ماه و 27 روز. آرمین، قبلا توی مصاحبه گفته بودی که برای مجوز گرفتن حاضری هر کاری بکنی، تعهدنامه امضا بکنی یا سبکتو تغییر بدی. الان به کدومش تن دادی؟ والا سخت‌ترین قسمت این قضیه همین صبرش بود که واقعا از یه فضایی بخوای بیای یه سکوتی داشته باشی، که خب خیلی سخت بود، خیلی سخت. ولی خب ما تو سن پایین تر که بودیم یه مقدار چهارچوب شکنی داشتیم، خب بچه تر بودیم، کوچیک تر بودیم، نمیدونستیم داریم تو چه فضایی کار میکنیم. ولی از یه جایی به بعد، حالا ما 4 سال تقریبا اقدام کردیم برای مجوز، ولی از چندین سال قبل بود که من خب خیلی تو سبک زندگیم تغییر داده بودم. خب
دیگه اون آدم گذشته نبودم، چه تو رفت و آمد هام، چه تو آهنگایی که حتی پخش میکردم. یعنی قبل از اینکه بخوام فعالیتم رو قطع کنم، حداقل 4 سال بعد قبلش من موزیکام کاملا تو چارچوب بود. ویدیو نمیساختم این قدیم که سر هر آهنگی یه ویدیوی میساختم، یه تصویری پخش میکردم. سبکم هم که از اول تلفیقی بود. خب خیلی با این سبک آشنا نبودن، خیلی سبک رو رپ میدونستن، منتها خب من از اول هم سبکم تلفیقی بوده. تو مسابقه گذشته منم، حتی 3-4 سال پیش اگه یا 5 سال پیش نگاه کنین یه فیدبکی بزنین، این بوده که من گفتم من تلفیقی کار میکنم، پاپ میخونم، آرنبی میخونم، یه سبکی که کاملا سبک جدیده و خدا رو شکر الان هم دنبال اینیم تو همون راستا سبکمون رو ادامه بدیم. تا اینکه فکر میکنم با توجه به فضای موسیقی الان و اتفاقی که به کمک این تیم افتاد و تمام تلاش شبانه روزیمون، فکر میکنم خب در آینده بتونیم تأثیرگذار باشیم برای یه قشری از جامعه، یه قشری از مردم که طرفدار این سبک موسیقی هست و جای خالی این سبک موسیقی رو تو موسیقی ایران، هنر ایران خالی حس می‌کرد. درست. به نظرم تو از مسیر رفته بهتر میتونی برای کسایی که الان وارد درس موسیقی شدن یا به تازگی وارد شدن یا دوست دارن وارد بشن، در مورد تجربیاتی که داشتی توضیح بدی. نه قطعا برای خواننده که به محبوبیت میرسه و مخاطب هم پیدا میکنه، شاید تلخ‌ترین مسئله این باشه که مجبور بشه خونه نشین بشه و کار نکنه. یه خورده از این روزا برامون بگو و از این تجربه که قطعا تلخ بوده. ببین این روزا واقعا حسه یه آدمی که دیگه نمیتونه صحبت بکنه رو داشت. یعنی یه آدمی که کلی یوم صحبت کرده، صبح پا میشه هر کاری میکنه نمیتونه صحبت بکنه، نمیتونه حرفش رو بزنه. خب اینکه من از اولم وارد هیچ بازی نبودم، یعنی نه تو اینستاگرامم نه تو فضای مجازی، کلا وارد حاشیه‌های سیاسی اجتماعی نمی‌شدم، این نبوده که دلم مثلا تو مسائل اجتماعی با مردم نباشه، دلم تو زلزله با مردم نباشه. خب من شاید پشت صحنه می‌رفتم، سر می‌زدم، کمکم هم می‌کردم، حمایتم هم می‌کردم، ولی هیچ موقع آدم دوربینی کلا تو زندگیم نبودم که آقا من چون الان فلان جام باید فیلم من در بیاد، من چون الان دارم میرم بچه های بی سرپرست رو میبینم یا دارم میرم یه کانونی رو حمایت میکنم باید فیلم من در بیاد، من اگه مثلا الان دارم میرم فلان اعتقاد رو دارم باید فیلم من در بیاد. همه اینا، هر آدم اعتقادات خودشو داره، نگاهش به زندگی متفاوته. خب منم همین جورم، منم تو زندگی پرایوت خودم خیلی شاید عمیق‌تر از خیلی ها به خیلی چیزا اعتقاد داشته باشم، ولی هیچ وقت اهل شواف نیستم، هیچ وقت اهل اینکه آقا ببینید من الان دارم چی کار میکنم نبودم و نخواهم بود. ولی خب قطعا من مال این مردمم، من مال این کشورم، خونه من ایرانه، من به هر جایی رسیدم توسط مردم کشورم بوده. مطمئنن اگه این اتفاقم برام نمیافتاد، با توجه به تمام پیشنهاداتی که از خارج ایران داشتم، پیشنهادات خوب، بزرگ، که شاید خیلی از خواننده ها واقعا مشتاق همچین پیشنهاداتی باشن و مسیر زندگیشون رو بخوان با همچین پیشنهاداتی عوض کنن، همه میدونن از اول گفتم من مال ایرانم، ایران خونه منه، ایران میموندم و خواهم موند، حتی اگه به قیمت این بود که این اتفاق برام نیفتاد. رف 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 دست و برو من نداشت از دست رف با این که میرفت جونم براش رف 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 حتی یه یادگاریم تو خونم نذار برو بهتره که تمومش کنی نمیخوام وقتم و حرومش کنی بدون دلی که واسط میتپید دیگمونش بری. اشاره کردی به این که سبک موزیک تلفیقیه. بله. حالا اینو هم خودت و هم آقای رجب‌پور نظر بود. قبلا هم که اینو مطرح کرده بودی، خیلی ها گفتن که آرمین صرفا برای این که در واقع مسیر مجوز رو برای خودش هموار بکنه از عنوان تلفیقی برای موزیکش استفاده میکنه. یه خود در مورد این توضیح بده و این که این تلفیقی که میگی رو مشخصا لطفاً بشه. این طور نیست. ببین سبک من سبک کاملا متفاوته. یعنی خب رپ یه چیز اجتماعیه که تو تمام دنیا وقتی میخونن اعتراض دارن،
اعتراضات اجتماعی، اعتراضات هر اعتراضات اعتراضاتی میتونه باشه، ولی خب من از اولم سبکم یه سبکی بوده که از احساس مردم میخوندم، از چیزایی که تو جامعه داره اتفاق میفته، از جدایی حالا دو نفر که همو دوست داشتن، تا آخرم همین بوده سبکم. من حتی وقتی یا موزیکم خیلی مثبته که دارم راجع به این اتفاق صحبت میکنم که چقدر خوبه دو نفر با هم همو مثلا حمایت میکنن، پیش میبرن، زندگیشونو میسازن، کنار هم خوشحالن، یا انتقاد میکنم که بنا به هر دلیلی نشد این اتفاق بیفته، شاید حالا یه مسئله‌ای تو این بوده، این اتفاقی بوده که باید میفته. من همیشه موزیکام پاپ داشته، آرنبی داشته، یه سبک کاملا متفاوت بوده که مال خودمه، یعنی سبک خودمه، و فکر میکنم همینم باعث شده که بتونم تو سبک خودم موفق باشم. مهم این اتفاقه بود که بیفته و شبانه روز آرزو میکردم براش و خیلی خوشحالم که الان به اون روز رسیدم، اون روز رو دیدم و میتونم پا به پا کنار مردم تو کشور خودم براشون نزدیک برنامه اجرا کنم. پیش بریم جلو تا ببینیم خدا چه. خوشحالم. آره رجب پور، شما چه نظری دارید در مورد این مسئله، مسئله تلفیقی بودن فضای موزیک؟ آره من میگم همیشه یه کسی به این وقت زنگ زنگ میگه که آقا ما چیکار کنیم که موفق باشیم؟ به توی دوره هایی که در حوزه ما برگزار میکنیم همیشه همین حرف رو میزنیم، میگیم که هنرمندی موفقه یا هنرمندی رو مردم ازش استقبال میکنن که در چهار مؤلفه اصلی که میشه شعر و ترانه، مؤلف اول، موسیقی یعنی آهنگسازی، تنظیم و در نهایت لحن خوندن، در این چهار مؤلفه برای خودشون یک تفاوت‌هایی رو در نظر بگیرن. آرمین دقیقا داره به همین می‌پردازه. منطق و به اصطلاح شاسی اصلی موسیقی که می‌خونه موسیقی پاپیه که با بخش، یه بخش‌هاییش با موسیقی آرندی، یه بخش‌هاییش با موسیقی های جدیدتر داره ترکیب میشه. خیلی جالب شما میگم ما این حرف که میزنیم، آرمین وسط حرفاش گفت من ندارم شاف کنم، من میخوام بگم که من علاقه مندم که مثلا، یا میگم من میخوام بگم که موسیقی هایی که برای هر هنرمندی داره یک استایل تقیقی، یا هنرمند به یک استایل تقیقی معرفی کنه، اون سبت میشه موفقیت، یا اون سبت به نام اون آدم سند داره. ما هم معتقدیم که آنچه که باعث شده که آرمین این همه دنبال کننده داشته باشه، این همه پیگیر داشته باشه و عامل موفقیتش بوده، انشاءالله بتونیم تو همون مسیر با کلام سالم، با ترویج جامعه به همگرایی، همبستگی، به عشق، به دوستی، به دوست داشتن، با همین روش‌های نوین در حوزه موسیقایی، با کمک آرمین و دیگر هنرمندهایی که در این مورد دارن فعالیت می‌کنن، جامعه رو به اون مسیری که باید برو، ولی یادت باشه، حواست به کارت باشه، برو، ولی من بعید میدونم کسی مثل من نگران حالت باشه، استرسی هم تیکم هست، نمیخوام بزنی دیگم حرف، برکی پرسی دست تو چه خبر، سکوت میکنم و میگم رفت 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 رفت، منو دوستم نداشت، رفت رفت رفت. خیلی از آرتیستایی که در واقع ابتدا به صورت غیر رسمی وارد مارکت شدن و بعد مجوز گرفتن و فعالیت‌هاشون رو ادامه دادن، خیلی سرنوشت ایدئالی در بازار پیدا نکردن. شما در مورد آرمی چه پیش‌بینی دارید؟ ببینید، هنرمندهایی که ناخواسته به دلیل جوونی، اینجا می‌خوام این بپردازم در مورد خود آرمی، احساس نداشته به وقتی آده موشه شده، به بخشی از اون همکارهایی که همکارهای خودم رو فکر کنم که واقعی آده مجبت گرفت تجارت رو با کنم داد بهشون به مشکل خورده، یا بخشی از دیگر از همکارها رو فکر کنم واقع موفقیتشون از خراب کردن ما میزده، بگم که ما برای آده چهار سال تلاش نکردیم در بگیریم بگیریم مثل دیگه ای اصطلاحاً نفروشه یا کسی دیگه ای
مخل تجارت یا مثلا کنسرت کسی بشه. چند تا موضوع هست که شاید جاش باشه بگم. آرمین از 10 سال به قبل، یعنی قبل‌تر از 10 سال پیش، یک به اصطلاح خواننده پخته روز نبود. یعنی داشت برای اون توضیح میداد. آرمین بابت انتشار قطعاتی که قبل از مجبل منتشر شده بوده، نه یک بار، چندین بار در سطوح مختلف قوه قضاییه پرونده‌اش بررسی شده و ختم به حکم شده. حالا این حکم به شکل گوناگون اجرا شده، هم از نمیدونم وثیقه، جریمه و و و اتفاقات مختلف. یعنی ایشون آنچه که از گذشته داشته رو هم بابتش تنبیه شده، هم بر اساس قواعد ارشاد که هر کسی که درخواست مجوز میکنه یا من از آنچه که انجام میدادم پشیمونم، ما خواننده یا نداریم که بیش از مثلا یک سال و نیم منتظر مجوز بوده. همه تو محدوده 6 ماه، 8 ماه، 1 سال یا حداکثر 1 سال و نیم مجوزشون صادر شده. یعنی دوره تنبیهیشون علاوه بر دوره‌ای که قوه قضاییه در نظر گرفته، دوره وزارت ارشادشون، تنبیهی وزارت ارشادشون بیشتر از 1 سال، 1 سال و نیم طول نکشیده. برای آرمین این مدت 4 سال طول کشیده. پس من عاجزانه از همه کسایی که فکر میکنن آرمین دیروز درخواست مجوز بده و همون دیروز براش مجوز صادر میکنه، خواهش میکنم که به این بپردازید که آرمین یک هنرمند اعلامیه. آرمین کسیه که صبوری کرده، 4 سال توی مملکت مونده، علارغم میدونم من پیشنهادات چند میلیون دلاری که از ایران بره بیرون، دست به رفتارهای مختلف بزنه، دست به نمیدونم پرداختن به سایت های مختلف بزنه، از همه اونا گذشتیم. گفتیم آقا نه، این اصلا راه نیست، خودش غالبا نخواسته که چه اتفاقی بیفته. بذارم که آرمین توی مملکت تلاش کنه، بذارم که آرمین برای این 80 میلیون ایرانی بخونه. دقت کنید که در این چند سال گذشته چه هنرمندان موسیقی که باید الان تو مملکت فعالیت میکنن از اینا رفتن بیرون و از ایران رفتنشون رو بررسی کنید، باعث شده که حالا چه شعرهای اجرا میکنن، حالا چه ترانه های رو تحویل جامعه میدن، حالا بچه ها و خانواده ها دارن در معرض چه ترانه های قرار میگیرن. اول توجه کنیم به این قسمت که آرمین هم میتونسته یکی از اونها باشه. آرمین هم میتونسته بدون مجوز کار کنه، میتونسته بره از این مملکت. این قابل توجه اوناییه که فکر میکنن که ما داریم توی این مملکت کار اشتباه میکنیم. نه، من اعتقاد دارم، سرما میگیرم بالا و صدای بلند میگم، من اعتقاد دارم که آرمین در موندنش در ایران و در چارچوب کار کردنش با شعر و ترانه‌ای که امروزیه، به درد نوجوان جامعه من میخوره، به درد جوان جامعه من میخوره، به درد بچه های جامعه من میخوره، تأثیر گذارتره تو اینکه به خارج من میتداره بیرون، خارج از چارچوب، از هر واژه استفاده کنه به هر نوجوانی هر چیز ناشایستی رو ترویج و تبلیغ. ببینم راست بگو خدایی، تو هم دلت راضیه به این جدایی، من که این روزا انقدر افسردم که تو هر مدل قرصه بگی دست بردم، نواسه آرامشم چون باید آمادشم واسه دوست داشتنی که درگیر تاوانشم، اونم برای کسی که اصلا معلوم نی کجاست و من ساده دنبال آمارشم. یه خورده بیشتر از آرمین حرف بزنیم. نه خدمت آرمین، یه سری از بچه همین سوالی که از آقای رجب بپرسیدم و از تو هم میخوام بپرسم. بعضی از بچه هایی که غیر مجاز بودن بعد از مجاز شدنشون، حالا شاید یه تغییر فضای کاری باعث شد که نتونن موفقیت قبلی رو داشته باشن، یعنی اون جذب مخاطبی که قبلا داشتن یه شیب نزولی داشته باشن. برای این چه فکری کردی و
این حرفت شاید دو سه سال دیگه قضاوت بشه، یعنی سه سال دیگه بتونیم در موردش نظر بدیم که آرمین تونسته همون مواد رو حفظ بکنه برای جذب مخاطب یا نه. فکر می‌کنی که در مورد تو چه اتفاقی بیفته و چه ایده‌ای براش داری؟ ببینید، من کلاً یه عقیده‌ای که دارم، کلاً حد وسط تو چیزی ندارم. یا برای یه چیزی مثلا زحمت نمی‌کشم، یا اگه می‌خوام یه چیزی رو به دست بذارم، صدمو براش می‌ذارم. خب این اتفاق بزرگی بوده برای من، حداقل تو زندگی من. گفتم یه تولد دوباره است از این به بعد. تا الان که خیلی زحمت می‌کشیدیم، قطعاً همیشه آرزوی اینو داشتم که خب فعالیتم کاملاً رسمی باشه تو کشورم. خب به این هدف رسیدم به لطف، میگم، تمام حالا مسئولین محترم و این تیمی که پشت این قضیه بودن و همراهیم کردن. قطعاً فعالیتم سخت‌تر میشه، ولی با کمال میل میپذیرمش و این قولو میدم که صدمو بذارم تو این راه برای این اتفاق و بتونم از خجالت تمام بچه‌ها و تمام هوادارام، تمام طرفدارام در بیام رو سفیدشون. یعنی فکر می‌کنی این چارچوب مجوز تأثیر منفی روی کارت نداشته؟ قطعاً که تأثیر منفی نداره، به خاطر اینکه من 4 سال شبانه روز زحمت کشیدم براش و صبر کردم. قدر این روزا رو خواهم دانست و تمامم رو براش می‌ذارم. وقت ببین، من یه موضوعی می‌خوام به گفتگوهای آرمین اضافه کنم، که بخشی از افتی که شما مد نظر جناب من با بعد از دوران انقلاب شدنشون باشون به روش شدن برمیگرده به چارچوب‌هایی که در شاد وجود داره دیگه. لاجرم این نصیب خواهد شد، چون که در این شکل از موسیقی ها و شامل خال خیلی ها که خیلی سا شده استفاده از واژه های روزمره و محاوره در جامعه، خصوصا استفاده از واژه هایی که جمعونتر رو جلب میکنه، یک تضاد جدی با مجوز داره، یک تضاد جدی با تفکر شورای شعر دفتر موسیقی داره. ما هم بی آسیب از این موضوع نخواهیم بود، ولی باید تلاش کنیم خودمون هم این که چوی رفته مثلا شعر بگیم، که چارچوبی بخونیم که واقعا بهش اعتقاد داریم که این مسیر درستیه دیگه، و اینکه واقعا جامعه بپذیرن، همه خانواده ها بپذیرن، بتونن بهتر برای بچه هاشون پخش کنن. من نیستی فدای یه تار موت، به همه میگم یه دوستی ساده بود، برو و باش به فکر حفظ آبروت، ببینم قد من کی تعصب داره روت، از حال خراب این روزا نگم برات، خدایی سفره دلو اگر برات وا کنم، میبینی منم بد آوردم، راستش توی نبود تو کم آوردم، ولی تو چقدر راحت ولم کردی، بعد تو به هیچ کسی دلم کنی. آمین، تو آهنگات یه عاشق آسیه بد اخلاقی معمولا، ولی خب خودت خیلی آدم آروم و این تضاد کجا میاد؟ والا تضاد که نمیشه اسمشو گذاشت. خب هر آدمی ممکنه دو تا شخصیت متفاوت داشته باشه، اما یه سری اتفاقا میفته خیلی خوشحالی، یه سری اتفاقا میفته یه موقع خیلی ناراحتی. ولی اگه به بحث آهنگا بخوایم پیش ببریم، نه قطعاً چیزی به این شدت نبوده، چون اگه باشه قبل اینکه آره. باهات مواجه بشه یه خورده حس میکنه آره. خب به خاطر اون ژانر و نقشه‌ای که بیشتر تو ویدیوها بازی کردم، تو آهنگا خوندم و نوشتم، خب اینو اکثرا میگن که اصلا آقا تو برعکس اون شخصیتی که همه فکر میکنن خیلی بد اخلاق و خشنی، ولی اصلا اینجوری نیست. آره اون به قول معروف اون سبک اون ژانر منه، باید اونجا این شکلی باشم، ولی خب جایی هم بوده که خوشخنده باشم، بخندم، مهربون‌تر باشم. بازیگر خوبی هستی؟ خودم که نمیدونم. پیشنهاد سینمایی هم انگار داشتی؟ خیلی. بهش فکر نکردی؟ چرا، خیلی فکر کردم، ولی خب اول دوست داشتم پا بذارم تو جایی که جایگاهمه، یعنی خب خیلی از فضای خودم تو این چند سال دور بودم، پیشنهاد تئاتر خیلی داشتم، فیلم سینمایی خیلی داشتم، ولی خب دوست داشتم اول برگردم جایی که مال خودمه و مدت‌ها برای زحمت کشیدم، تا بعد بتونم یه مقدار جدی‌تر راجع به پیشنهادهای بعدی یا قبلی فکر بکنم. پس بهش فکر کردی؟ بله قطعاً همینطوره. فکر می‌کنی موفق باشی اونجا هم؟ قطعاً اگه توش بدم میگم تمومم براش می‌ذارم. ان شاء الله.
ببین هم نسلای تو سرنوشته مختلف پیدا کردن بودم، ازشون خبر داری؟ ارتباط تو اینا دارید باشون؟ نه نداری. نظرت چیه در مورد حالا اتفاقایی که برای دوستانی که تو یک دوره با هم در واقع اواسط دهه 80 فعالیتتون رو شروع کردین، حالا تو فضای موسیقی رپ و هیپ هاپ و آر ام بی و اینا، حسین توهی بوده مثلا، بله، امیر تتلو بوده، اردلان تومه بوده، چه اسمایی هم انتخاب میکردی؟ نه، نظرت در مورد اتفاقایی که واسه اونا افتاده و روند کاریشون چیه؟ ببینید قبل از هر چیزی برای تمام بچه ها آرزوی موفقیت دارم و اینکه هر کی مسیر زندگیشو خودش انتخاب میکنه، یعنی مثل این میمونه که یکی دوست داره بره مهندس شه، یکی دوست داره اینه مثلا من یا بچه ها بیاد هنرمند شه، بیاد خواننده شه. خب نمیتونیم بگیم که کدوم درسته کدوم غلطه، به خاطر اینکه هر کی برای آینده خودش تصمیم میگیره. خب شاید بچه ها توان صبر کردن نداشتن، یا شاید بچه‌ها اصلا تصمیمشون برای زندگیشون این نبوده، دوست داشتن خارج از ایران باشن، توی ژانر دیگه کار کنن. خب اونم تو قالب خودش برای خودشون و طرفداراشون قطعا قابل احترامه و تصمیم اصلی خودشون. بسیار خب. ببین کشور ما به خاطر اینکه حالا به لحاظ ادبیات و فرهنگ سابقه کهنی داره، بخش قابل توجهی از مردم به موسیقی سنتی و کلاسیک و اینا علاقه دارن و همیشه توسط اون طیف گاردی با موسیقی هایی که حالا شاید بیشتر از خارج با موسیقی ما ترکیب شده، موسیقی پاپ، راک، رپ و سبک های دیگه وجود داشته و عموما هم اینو میگن که بچه هایی که تو فضای موسیقی رپ و هیپ هاپ و حالا شاید هم پاپ کار میکنن خیلی سواد موسیقایی ندارن. من در مورد خودت این رو بگو که چقدر اطلاعات موسیقایی و سواد موسیقایی داری و اینکه چقدر اصلا این مسئله رو مهم میدونی در مورد ژانر کاری خودت؟ ببین خیلی مهم میدونم. من تا حالا من تجربه اینو نداشتم که مثلا یه شعر ملودی بدم به یه تنظیم کننده برام بزنه بفرسته بگم آه چرا خوبه. من از اول باید خودم کنار تنظیم کننده بشینم. خب من کلاس‌های مختلف موسیقی تو بچگیم رفتم، کلاس‌های ساز مختلف دو سه تا ساز رفتم. خب همیشه هم چند تا آهنگی واسه دل خودم واسه خودم میزنم، ولی قطعا من یه موزیسین مثلا یه نوازنده حرفه‌ای نیستم، ولی خب گوشم خیلی قویه و بارها و بارها شده تمام کارها، یعنی خیلی از کارهای مطرحی که داشتم حتی با دهن مثلا من پیانو رو زدم ساختم، به تنظیم کننده گفتم اینو بخوام، تنظیم کننده رو شده آوردم تو خونه بغل خودم با تمام سیستمش، شده رفتم دو روز سه روز تو استودیو موندم فارغ از هر کار مهمی که داشتم، یعنی نشستیم کارو به یه نتیجه رسوندیم و انجامش دادیم. تو کارم خیلی سخت گیرم، باید 0 تا 100 کار خودم نظارت داشته باشم روش و خدا رو شکر همیشه هم جواب داد. سخته ولی خب همیشه جواب داد. چطور چرا تو خودتی چرا هستی دپرس، امشب رو بی خیال دنیاشو بی خیال استرس، کنار هم من و تو میسازیم یه زندگی آروم، آسمونم که خوش رنگ تر شده چون داره میاد بارون، بارون میباره آروم، به هم وصلیم ما دوتامون، بارون میباره آروم، نباشی من میشم داغون. آرمین جان چه برنامه پیش روتون دارید در مورد انتشار موزیکای جدید؟ احتمالاً کنسرت که بخش شیرینه به امید خدا برنامه هات خواهد بود، در مورد اونا هم لطفاً توضیح بده. والا خب برنامه های متعدد زیادی هست، ولی خب این قسمت هست و مسئولیت این کار، این قسمت از کار قطعا بر عهده شرکت خوب ترانه شرقی و آقا محسن عزیزه. هر دستوری این تیم داشته باشه رو برنامه ریزی که داره، رو هم فکری که کل این تیم با هم دارن، قطعا دنبال اینیم که به بهترین شکل انجامش بدیم و من تابع قوانین بچه‌ام میام. در مورد همکارایی که باهاشون داری کار میکنی، حالا ترانه و ملودیا که بله من شعر و ملودیا همه خودم هم. خب تنظیم ها دست پویای فرامرزیه، آلبومایی که جدید دارم روش کار میکنم، ترک های جدید و کار سوشیال مدیا و طراحی عکس ها و کاور و ویدیو اینا هم همه معین زار است. الان یعنی تایمی برای کنسرت مشخص نکردی؟ از آقا محسن باید بپرسیم. آره جعفر، زمانی برای کنسرتش مشخص کردین؟
ببینید برای اجرای برنامه که این داخل از ما سوال میشه بر اساس قواعد و قواعد ارشاد اصلا بر اساس اخلاق هنری ما باید 90 دقیقه موسیقی مجدد داشته باشیم. این اولین قطعه مهمه. راه طولانی داریم برای اینکه این قطعات رو بتونیم برسونیم به مرز 90 دقیقه تا بتونیم یک اجرای زندگی پرقیمون مفصل داشته باشیم. پس با توجه به شرایط فعلی که آرزو کنیم این شر کرونا از سر ملت عزیزمون از سر دنیا و خصوصا ایران برداشته بشه، با نزدیکی ماه رمضان و بعد سه ماه بعد از اون ماه رمضان سفر برداشت کنیم که آرمین برای بعد از ماه رمضان سفر آمادگی اجرای برنامه خواهد داشت. این نیمه دوم سال 99 میخوام این وسط بپردازم بهش و اینکه این مدت خیلی مورد سوال قرار گرفت اینه که از آرمین توی اف ام تبدیل به آرمین زارعی شده. این آرمین خودش باید اینو جواب بده. آرمین این توی اف ام یعنی چی؟ والا توی اف ام مخفف 4 تا اسمه از دوستای دوران بچگی، یعنی 2 تا ای، یکیش خودم بودم، یکیش علی، یه دونه افش فرهاد و امش مهران. خب ما با این اسم شروع فعالیت کردیم خیلی سال پیش، حداقل شاید 16 تا 17 سال پیش. خیلی کوچولو. خبر داری ازشون؟ خیلی نه، ولی خب این اسم از اون موقع موند رون میگه، ولی اسم حقیقی من آرمین زارعی بود. این دیگه فکر نمی کنم گاردی کسی نسبت به این داستان داشته. من از این درد پرسش که آرمین دیگه ما یه فعالیت این میگی داره میگه ببینید این موضوع داره مال حدود 15 سال پیش دوران با هم نوجوانی آرمین این هست و این که الان آرمین میخواد کار دل داره کار حرفه ای انجام بده، کار حرفه ایشو با اسم فامیلی حرفه ایش باید انجام بده و این از این درد گفتم که این تغییر یکی این چند روزه هی به ما میگن آقا آرمین چرا آرمین زارعی گفتیم با این چیز دیگه پرداختن به تغییر روش از اون دوران نوجوانی که دور هم جمع شدن به مرز حرفه‌ای. تو مثل نور چشمی آدمی که هیچی تو دلش نی، منم که دیگه وابسته شدم و جایی جز تو بهش نی، من جونم میدم واسه تو، دوست دارم بی اندازه، تو سخت‌ترین مراحل زندگیم باز کنار تو نیشم بازه، بارون میباره آروم به هم وصلیم ما دوتامون، بارون میباره آروم نباشی من میشم داغون. آهنگای قبلی رو هیچ کدومش قرار نیست که اجرا بکنیم؟ والا اینم باز میذاریم زیر نظر لیبل کمپانی. از آقای رجب‌پور باید بپرسید که چه ترکایی میتونه مجوز داشته باشه برای اجرا و چه ترکایی. آقای رجب‌پور آهنگ‌های قدیمی آرمین، حالا اونایی که تو سال‌های اخیر داده و تو چارچوب بوده رو تو کنسرتش قراره که بخونه یا نه؟ ببین همه چی به مجوز بستگی داره دیگه، همه چیز به این که قطعات، بعضی از این قطعات با اصلاح میتونن به نظر من در اجرا باشن، ولی بعضی از قطعات رو یعنی همه قطعات باید مجوز بگیرن دیگه. اینا اونجور به کار آینده است، الان پرداختن بهش فکر میکنم که این منم نمیتونم الان جواب صحیح و درستی بدم، باید همه قطعات یک بار دیگه پرداخته بشه بهشون از ترانه و ملودی و آرنجمان و همه اینا. بعضی قطعات خیلی قدیمی شدن دیگه، شاید ارزش هم داشته باشن که اجرا بشن، و بعضی قطعات موضوعاتی که موضوعاتشون تغییر کرده خیلی موضوع بروزی نیستن، و در نهایت قطعاتی که قابل استفاده باشن اگر مجوز بگیرن جایی که نه اونا رو میشه اجرا کرد. باید ببینیم که چه اتفاقی افتاده. درسته آرمین، قطعا تو این سالها پیشنهادات مختلفی داشتی از تهیه کننده های مختلف، حالا چه داخل و چه خارج کشور. چی شد که با محسن رجب‌پور و شرکت ترانه شرقی وارد همکاری شدی؟ اولا که خب افتخار اختیار داریم، اولا که افتخار آشنایی با آقا محسن رو خیلی سال پیش دارم، و اینکه خب موسیقی ایران، یعنی کسایی که تو صنف موسیقی ایران کار میکنن قطعا کسی نیست که آقای رجب‌پور رو نشناسه و براشون فوق العاده احترام قائل نباشه. خب
اولا که خیلی جالبیش اینجاست که آقای رجب‌پور خیلی من، یعنی من حداقل اینجوری متوجه شدم طی این سال‌ها که خیلی دلسوزانه، پدرانه و این خانواده به من کمک میکنه و منو راهنمایی میکنه، خیلی به قول معروف قلبی منو دوست داره و خب این خیلی برام قابل احترامه. ولی خب بله، خیلی از شرکت‌ها که قطعاً قراردادهایی که برای من فرستادن، برای من میل کردن یا فرستادن موجوده که دنبال بستن این قرارداد بودن. ولی خب از آشنایی قدیمی که با آقای رجب‌پور داشتم و شناختی که از ایشون، فعالیت ایشون تو تمام این سالها، خب قطعا هنرمندای بزرگی آقای رجب‌پور وارد این عرصه کرده و راهنماییشون کرده، برنامه براشون گذاشته، اجرا کرده و هدفمند بوده برای خیلی از هنرمندامون. این تصمیم رو گرفتم با آقای رجب‌پور باشم، افتخار اینو پیدا کردم که با آقای رجب‌پور قرارداد داشته باشم. انشالله که در ادامه این مسیر طولانی هم بتونیم همینقدر رفیق، همینقدر خانوادگی و همینقدر تیم ورک کارو پیش ببریم تا هممون به اون چیزی که هدفمونه برسیم. شاید یکی از علتهایی که آرمین الان اینجا نشست و آرمین ماها قرار داد داره و داره با ما کار میکنه اینه که من ادعایی ندارم، ولی قلباً تلاش کردم که گوش جوان جامعه رو ندم دست کسی که برای خودش شاهشون باید نیست. خیلی اصلا علامت نیستم که کسی یا هنرمندی از ایران بره بیرون خواسته یا ناخواسته دیگه احساس نکنه که چارچوبی نداره. ببینید، شما هم تو صحبتتون گفتید ما کشوری هستیم که یک ادبیات کهن پشتمون هست. ما بزرگترین شاعرای دنیا، یک مجموعه از بزرگترین شاعرای دنیا داریم. حیفه که بخواهیم این قدمت و ارزش رو کاملا از بین ببریم، ولی در این حال با حفظ احترام برای ادبیات کهن ایران زمانه تغییر جدی کرد و این تغییر اینطور نیست که ما امروز بتونیم اشعاری رو که شاعرهای کهن همین سرزمین، فردوسی و حافظ و همینا سرودن رو بتونیم در رفتارهای روزمره و حتی در کلام روزمره به کار ببریم. اینو میگم به همه مسئولین و همه دست‌اندرکاران، اگه امروز چشم‌بسته کتاب حافظ و فردوسی بدارم جلوشو بیاد، هر کتاب شاعر کهن سرزمین ما رو بدارن جلوشون، از روح هم درست نمیتونن بخونن. پس این یعنی چی؟ یعنی این که میگم بازم با حفظ احترام برای هر آنچه که در جامعه ما اتفاق افتاده، زبان محاوره و زبان گفتاری جامعه ما هم تغییر کرده، هم در این چند دهه اخیر دچار دگرگونی عجیب غریبی شده. آقا یه نکته‌ای که در مورد شما همه میگن اینه که وقتی خواننده جدیدی بگیرید، خواننده‌های قبلیتون از اولویت خارج میشن. الان قاعدتاً حامد همایون و امیر عظیمی و بقیه باید نگران باشن که آرمین زارعی اولویت ترانه شرقی شده. درسته؟ نه، اصلاً اینطور نیست. اتفاقاً ما همزمان که قطعه در هفته یک شرقی گذشته قطعات همه آرمین و حامد و امیر عظیمی و مهراد نصرتی و نوید عجیب پشت سر هم در دروازه گذشته ما اصلا قطعه داشتیم. نه اینطور نیست، برای همهشون برنامه جدا و مفصل داریم و اینکه هر کسی طرفدار خودشو داره، اگه اینطوری باشه که اصلا دیگه نگران این نباش که دل بی تو میمیره، دوام پشت سرت هست ولی دل بی تو میگیره، قلبم میمیره بی تو، گریم میگیره بی تو، سردم دستای من هردم، غمهای من بیشتر میشه بی تو، عشق منو شد. موسیقی مورد علاقت چیه؟ حالا غیر از چیزی که میخونی چی گوش میکنی؟ من همه چی گوش میدم، یعنی موزیک خوب و کلن گوش میدم. اعتقادم به اینه که سبک خاصی نیست بگم الان مثلا فقط پاپ گوش میدم یا فقط سنتی گوش میدم، نه کلن خب طرفدار موزیکم و موزیک خوبی که تولید بشه قطعا
یه اخلاق بدی هم که دارم، اگه موزیک خوشم بیاد انقدر گوش میدم که دیگه گوشش نداره. اون میبینی مثلا یه ماه فقط دارم یه موزیک گوش میدم. از بچه هایی که الان فعالن خواننده های داخلی، کار کدوم ها رو میپسندی به سلیقت نزدیکه؟ جدا از اینکه همه خوبن، من عقیده دارم هر کسی که موفقه زحمت زیادی براش کشیده. خب ممکنه من از یه خواننده 10 تا کار تولید بشه، 5 تاشو دوست داشته باشم، 5 تاشو دوست نداشته باشم. به خاطر همین قاطع نمیتونم بگم به نظر من این خوبه، به نظر من اون بده. فقط میتونم آرزو موفقیت کنم برای همه دیگه. امیدوارم، چون اینجا هیچ کی جای هیچ کیو تعیین نمیکنه و قطعا همه باید برای موفقیت خودشون زحمت بکشن. چه بهتر که این وسط تعداد زیاد باشه و رقابت بیشتر و سالم‌تر. به خاطر همین نمیتونم. محافظه‌کارانه داری جواب میدی؟ نه واقعا جدی دارم میگم. خب بچه‌ها، خب همه اکثرا دوستیم ما پشت صحنه این داستان با. فقط آرزو موفقیت میتونم بکنم. از اون کارهای قبلیت فکر میکنیم کدوماش مجوز بگیره؟ والا من تو کارهای یعنی تو همون 4 ساله که قبل اینکه اقدام کنم برای مجوز، خیلی کارا تولید کردم که به امید این بودم که یه روز این اتفاق بیفته بتونم تو برنامه هم اجراش کنم. مثلا میتونه یکی کار قلبم باشه، کار یه سالیه میتونه باشه، بعد حتی کار دمشقی هم میتونه باشه. کار زیادی تولید کردم، بارون میتونه باشه، بزا پلیش موزیک هم میتونه باشه. خیلی کارا دارم که تو راستای این هدف توی چارچوب بوده و شنیده شده. میگم حالا این قسمت فعالیت و اجرای کنسرت و همه اینا زیر نظر شرکت ترانه شرقیه. ما فقط لحظه شماری میکنیم که اون روزو ببینیم ان شاء الله. گروه و اینا هم آماده کردین یا تمرینی کردین واسه کنسرت؟ تمرین که نه، ولی خب تقریبا گروه آماده است از خیلی وقت پیشه، از خیلی وقت پیش. به خاطر اینکه خب من اگه میخواستم تو پشت صحنه این فعالیت نکردنم هم خیلی سکوت داشته باشم، کار آماده نکنم، استودیو نرم، نخونم، نسازم، خب قطعا نمیتونستم خودم رو کنترل کنم. خب خیلی کار انجام شده، فقط میگم امیدوارم در آخر این راه به نحو احسن همش اجرا بشه. من با تو آرومم، بی تو داغونم، اینا رو دوباره بهت میگم چون خاطر داریم با بارونم. با تو آرومم، این قانونم که بمونی از پیشم نری چون دوستت دارم تو رو خانومم. با تو آرومم، بی تو داغونم، اینا رو دوباره بهت میگم چون خاطر داریم با بارونم. با تو آرومم، این قانونم که بمونی از پیشم نری چون دوستت دارم تو رو خانومم. آره جب فهم کنید آرمین روی استیج چقدر بتونه رضایت مردم رو جلب بکنه با توجه به اینکه الان به خاطر فضای مجازی و اینستاگرام و اینا همه سخت گیرتر شدن، یه هر گافی هر خواننده روی استیج بده به سرعت وایرال میشه و منتشر میشه. فکر می‌کنید آرمین چجوری باشه روی استیج؟ ببین من اولا آرزو شدم و فرصت را میدم به آرمین کنم که مردم آرمین را آرمین باشه. ولی یه چیزی هم در جامعه ما یه ذره میگم فضای مجازی هم قسم تو زیاده، یعنی تاثیر خوب بیادارم، تاثیر بد بیادارم. این وقت هم رو باید در روزه این جنس موسیقی را سخت بیاد، نه که هیچ معلفه موسیقی رعایت نشه، یعنی که ما خود انفرده میگیم که خواننده نخونه و ما هنرمندی تا امروز حتی شرطی نداشتیم که خوانندمون 100% روی سن میخونده و هیچ مشکلی هم نداشت. آرمین رو فکر میکنم که اصلا به مشکلی برمیخوره، چون من خوندن آرمین رو از نزدیک دیدم و شنیدم. و یه چیز دیگه هم که بخوام به شما بگم اینه که ما الان تمرکز رو روی انتشار قطعات جدید از آرمین و پرداختن به این که با محتوای سالم تر جلوی آسیب جامعه بگیریم. یه چیزی هم در این حاشیه بگم و اونه که امروز دنبال خراب کردن آرمین هم اینه که بدونن اونایی که با فکر میکنن با خراب کردن آرمین یا فروش خودشون بیشتر میشه یا اینکه میتونن تاثیر بیشتری برای هوادارشون داشته باشن، مسئول دارن اشتباه میکرن. به قول آرمین مصاد آن را خوشقلب، هیچ کسی جای کسی تنگ نمی کنه. پس به پردازی به دوستی ها برای دیگه بیشتر رو هم بیتر.
آقای رجب‌پور، در پایان گفتگو اگر نکته خاصی دوست دارید که بگید میشنم. سپاسگزارم. اول از همه آرزو میکنم که آرمین هم مثل بقیه هنرمندا در جامعه ما بتونه موفق باشه، خوب بدرخشه، و تشکر کنم از شما که این فرصت رو برای روشنگری از ذهن عمومی جامعه ترتیب دادیم. شنوندگان خوبتون ازشون تشکر میکنم، همه کسایی که حوصله کردن این مصاحبه رو دیدن. و آخرش آرزو میکنم در این روزها جامعه ما از بیماری به دور باشه، شهر و این کرونا زودتر از سر این جامعه هنده بشه و همه سلامت باشن، خوشحال باشن. پیشا پیش اولین نوروز مجازی رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم. انشاءالله که سال 99 فارغ از این بیماری ها سال بسیار خوبی و سلام موفقیت باشه برای همه ایرانی عزیز. متشکرم. مرسی از شما که همراه بودید با ما. آرمین جان، در مورد جشن موسیقی ما هم دوست دارم که نظرتو بدونم. شما تو سومین جشن ما بله حاضر بودید، در مورد اون اتفاق چه نظری داری؟ همه چیز خیلی حرفه‌ای، خیلی روتین و ما نظم بسیار بالا اجرا شد. خب یه سری اجراها بود که لذت بردیم، افتخاری بود برای ما در کنار اساتیدی که اونجا حضور داشتن و منم به عنوان عضو کوچیکی هنر اونجا دیدم، کنارشون بودم و لذت بودم برنامه‌شون. یه عکسی هم از تو کنار آقای علی رهبری در نمایشگاه بله. مطبوعات ثبت شده. ایشونو میشناختی؟ بله، افتخاری بود ثبت اون لحظه برای بنده. خیلی جالب بود، فیدبک‌های جالبی. بله بله، نظرهای مختلفی دادن مردم و اینکه افتخاری بود برای من ثبت اون لحظه. مرسی. پایان گفتگومونه، اگر فکر میکنی که نکته باید ذکر بشه و حرفی با مخاطبینت یا همکارانت بزنی میشنم. بله، قبل از هر چیزی آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم برای تمام هموطنان عزیزم، آرزوی سربلندی برای مملکتم و همه همیهنم. دوم که پیشا پیش عید نوروز 99 رو به همه تبریک میگم. امیدوارم که 99 برای هممون سالی پر از اتفاقای خوب، پر از اتفاقای مثبت و انگیزشی باشه. و قدرشناس از همینجا اعلام میکنم، قدرشناس تمام اون عزیزایی هستیم که تو این روزای بعد مملکتمون که مردم کشورم دچار بیماری کرونا شدن، جون کف دستشونه و دارن تمام اینا رو حمایت میکنن و براشون زحمت میکشن که سلامتی قبل رو بهشون برگردونن. ممنونیم و قدرشناس همه‌شون هستیم. و در آخرم تشکر میکنم از تمام تیمی که تو این همه مدت همه جور منو حمایت کرد، چه رسانه ها، چه شرکت ترانه شرقی، چه تمام آقای محسن رجب‌پور و تمام تیمی که پشت صحنه واقعا زحمت کشیدن، از بچه‌های سندکار، تنظیم کننده، عکاس، فیلمبردار، میگم رسانه ها، همه جا قدرشناس همه محبتشون هستم. امیدوارم سالی باشه بر هممون خوب و اینکه بتونم همه رو سفید کنم.